خب ما تیلیم کجا هستیم؟ قف تلفنتون رو بزنم. قف واو 106 هستیم. سوق اشتباه نکنم لامد الف لامد بت. نوشته چی و یق سیفو علمی مریبا و یرال موشه به عورام چیکار کردن؟ و یق سیفو قصف میشه خشم، کسی که عصبانی میشه چی میشه؟ دهنش کف بکنه. این کسی اگه اینجا سوال سرسی هست کجاست؟ و یقصیف و علمه مریبا و یارا لموشه به عبورام راجب اسرائیل صحبت میکنه که میدونیم سر می مریبا وقتی تشنهشون بود آب نداشتن اومدن و موشه رابنو عصبانیش کردن و به این آبا میگن می مریبا. آب نزا با داستانش تو تورا آشنا هستیم که نوشته بعد از اون که میریام اولام رفت اسرائیل آب نداشتن، چون میدونیم اسرائیل سه تا هدیه بود که حقادوش برخو به اسرائیل داد به زخوت موشه اهران و میریام. به زخوت موشه ربنو چه بهشون داد؟ مان. بزخوت اهران این عنانه حکابود، این عبرهایی بود که اسرائیل رهات میکرد و بزخوت میریام هم بهشون آب داد، رایت؟ به اراش میریام که زخوت میریام هنویه یک چیزی بود، یک از هر کدوم از اینها یک گیفت دادن به ما. موشه رابنو مان بود، اهرون کوهن عنانه حکابود، این عبرهایی که اسرائیل رهات کرده بود و راه واسهشون هموار میکرد و لباساشون رو اکتو میکرد و میشست و همه چیز نداشتن، هیچ احتیاجی به همه چیشون تامین بود. غذاشون که به زخوت موشه رابنو از مان میومد، این انایه کبود، این ابرها اسرائیل رو احاطه کرده بود و سپرشون بود و راه واسهشون هموار میکرد و لباساشون رو تمیز میکرد و اتسترا. و بزخوت میریام هم چی داشتن؟ یک سنگی بود بهش گفتن بعراش میریام. همینطور با اسرائیل هر جا میرفتن میغلطید، رایت؟ و وقتی میرسن اینجا اردو میزدن، رایت؟ از این سنگه 12 تا جوب آب واسه 12 شبته میومد. یعنی این رودها انقدر چی بود که میشد کشتیرانی بکنن، قایق سواری بکنن. واسه هر کدوم از شواتی ماشاءالله چند میلیون بودن، حداقل 2.5 میلیون اسرائیل. چجوری اینا تو بیابون آب از کجا داشتن؟ باید. اتفاقا جالبه که خب اگه اسرائیل 40 سال تو این بیابون بودن، باید مثلا وقت میرن چیز میکنن، میرن باستان شناسا اینه که رفتن چیز کردن، چیزی پیدا نمیکنن که چیز آب نبود، نگاه نمیکنن چیز غذایی هم بریم. مثلا معمولا وقتی من حفاری میکنن از اون وقت نگاه میکنن مثلا اگه شهری جایی بوده انبار غذا داشت، هیچ کدوم اینا نیست. چرا؟ چون تورا میگه آبشون معجزه آسا بود، نون چیزشون، غذاشون چی بود؟ غذاشون مان میومد و مانم جذب میشد تو بدنشون و وقتی راجبش لاشون را نگفته بودن، میدونین میگن به فارسی میگن که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. نه اینجوری نیست؟ شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. سلام خانم، گفت یه چیز دیگه که نوشتن که آدم روزا که شروع میکنه 3 تا کلمه خیلی مهم باید بگه صبح، اول صبح چی بگه؟ بگه thank you. شکر نعمت
وقتی آدم هر صبح از خواب بیدار میشه میگه مدعنی لفنه خمال خیب قیام، تشکر میکنه از عقوبش کن. خوب چی میشه؟ هشم بهش بیشتر داره خواب بیدار. شکر نعمت، نعمتت افزون کنه. کفر نعمت، کسی که منکر نعمات و مثلا منکر برخواهی هشم میشه، از کفت بیرون کند، از دست میده اون محبت ها. خیلی گفتار فارسی قشنگ گفتم، اگه امته باید از تورا باشه، هر چیزی که امته، امته تورا تو مقبول شده. چون دنباله میگردشتم کجای تورا این پند قشنگ رو گفته. روز خبر هاست اینجا بسید که ها؟ آب از کجا آوردن به دخل که تو راه بودن میرم؟ از خود مریم. غذاشون به زخوت مشربن و مان بود، right؟ بعدش اون ابرهایی که احاطه کرده بودشون به زخوت اهرون بود و دیگه چی داریم؟ آبشون هم به زخوت مریم، مریم ابرها اهرون، مان هم که مشربن و غذا و آب و مثلا این پوشش و سپری که داشتن. حالا داشتیم چی میگفتیم؟ مان به زخود مشربن و شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. تو توراس اگه امت باشه، هر چی، هر پندی که امت باشه باید از تورا باشه. چه مزه ای داشته؟ اگه تو تورا نیست doesn't exist، امت نیست، امت رو تو نباشه. هر وقت یه چیزی میفهمین، یه پند تو زندگی، اگر از تورا نباشه امت نیست. حالا چه مزه میداد؟ هرچی عشقشو میکشید بخواستن مزه چلو کباب بده، مزه چلو کباب میداد، مزه نمیدونم چاینیز دوست داشتن، هرچی داشتن فکرشو میکردن. خود فکر بکنن، اگه فکر نمیکردن هیچ مزه نمیداد. آدمی که فکر نمیکنه مجازاتش اینه، برو علف بخور. anyway یه علف بکش. anyway سو کجا اینو ببین، حالا اینجا این از کجای تو را میبینیم که شکر نعمت، نعمتت افزون کند. ولی از اون طرف وقتی آدم کفر نعمت از کفت بیرون کند، وقتی آدم اکارات توب نداره، وقتی اپریشیشن نداره، اون از دست میده. وقتی اکارات توب نداره اون از دست میده. وقتی آدم احساس قدرشناسی نداره، هوا دوش برو خوب، ازش اون برخه رو میگیره که ببینه چقدر سخته بدون این. به خانم بسید میگفتن ببین قد شوهرت رو بدون. شکر نعمت، نعمتت افزون کند. ولی وقتی اینقدر بدی شوهر رو ببین، بدبخت کار نمی کنه واسه پرنسه بود نمیدونه چرا؟ چرا؟ چرا اینقدر بهونه میگیری؟ اینقدر بهونه میگیری؟ برو زندگی کن. شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت از کفت بیرون. از کجا میبینیم اینه؟ از مان. مادامی که اسرائیل ها راجب مان لاشون را نگفته بودن، معجزه آسا وقتی مان را میخوردن اصلا هیچ احتیاجی به رفع حاجت نداشتن. تمام مان اصلا مواد زاید توش نبود، مان جذب میشه تو بدنش. بدن را مدن اسرائیل گفتن این چیه؟ کفر نعمت کردن. گفته این چه قضایی؟ حتما شکمون باد میکنیم میمیریم. یعنی چی؟ این چه قضاییه که نمیدونم اصلا رفع حاجت نداره فنداره اینا؟ چقدر این قضاییه؟ هر روز the same thing، right؟ مثل توی اسرائیل سربازا میگفتن یوم ریشون تا پو و خداما، روز یک شنبه سیب زمینی، دو شنبه سیب زمینی، سه شنبه شبات، یه هفته سورپرایز اوت پام تا پوها خدمو، دو مرتبه سیب زمینی. تو ارتش ایسر هفت روز بشون نمیدونم. وقتی دوستای من اینجوری میگفتن. anyway این هم ایسرها گفتن من چی کردن؟ قدرشو ندونستن. وقتی قدرشو ندونستن دیگه معجزه تموم شد. از اون بعد خود برن رفع حاجت بکنن. دیگه برا میگه وقتی کفر نعمت، right؟ آدم وقتی یه محبتی که هشم بهش میده اپریشیت نمی کنه، هشم ازش بگیره اونم، right؟ اگه آدم جدن هر دفعه میره رفع حاجت
برخای اشر یادسر رو با کبانا بگه. اشر یادسر ات آدم به خخما اوارا و چه معجزاتی تو بدن ما هر لحظه. به قول خافت خیم میگه آقا بوش برو خوب، ما رو اینجوری کرییت کرده که بریم تو این آدم رو آناو میکنه، آدم فروتن میشه، دلا میشه. نگاه کن چه عجایبی، چه معجزاتی آقا بوش برو خوب. هر لحظه حیات، هر لحظه که تمام سیستم و لوله کشی تو بدن کار میکنه، ایتس بیگست میراکل. بیگست میراکل بارها گفتیم، ولی چون این معجزه خودش تکرار میشه دیگه عادت کردیم، از چشم ما میفته. That's the way it is. ما همیشه اینجوریه. همه چیز زندگیه. آدم میدونین، آدم بهش عادت میکنه، از چشمش میفته. دیگه به نظرش نمیاد. یادتونه بهترین مثالی که راجب این شنیدم، یه نفر بدبخت میدونی خرج زن و بچهشو نداشته بده، اصلا میخواستن بیرونش کنن از خونه، ویکترش کنن، میری پیش یکی از دوستاش به دست و پاش میفته، میگه ببین من رنت ما ندارم بدم، این ندارم فلان، این اینا، میگه اوکی، میگه من کمکت میکنم، میاد نمیدونم $5,000 مثلا میذاره تو پاکت و تبریتیز میده به این، اوکی، میاد اینا ازش تشکر میکنه و میره. طرف خیلی اینو کر میکنه راجع به این. ماه بعدم یه حتی این بدبخت نداره، میره اونجا در خونه این رای در میزنه، میگه بگیر وقتی داشته به من بده. آه میره اونجا بغلش میکنه و thank you. دو مرتبه ماه دیگه میشه، دو مرتبه میاد، هر ماه میومده. بعد از چند ماه وقتی زنگ میزنن به پسرش، داشته روزنامه میخونده، میگم چیکار میکنه، تلویزیون میدیده. پسر وقتی زنگ میزنه میگه آیا حتما فلانیه، یه خودش نمیره ازش تشکر بکنه. رای به پسرش میگه برو اونجا پاکدر ازش بگی از من طرفا تشکر بکن. دیگه خودش نمیره در باز بکنه و بغلش کنه تشکر بکنه. چما دیگه میگذره و یه دفعه طرف نمیاد. دوشنبه صبح میشه، اول برج، این بدبخت رندشو نداره، طرف نمیاد. تلفن برمیاد میگه فلان شده، کجایی تو؟ کجایی تو؟ دوشنبه است، ساعته؟ چی شد؟ این دیدین اول، اول چقدر آخ قربونت برم، thank you، نوکرتم، بغلش کنیم، بعد به بچهش بگو تشکر کن، بعد که یه دفعه نمیفرسته، فلان شده، کجایی تو؟ ما هم با هشم اینجوریه دیگه، the same thing، آقا دوش بارو خوب، هر روز دم بلند میشه، مدنی دفنه خامل خیب قیام، رای دادم اینو کم کم دیگه اصلا تشکرم نمی کنه، چی نمی کنه، بعد یه دفعه حالش خواهد، چی شد؟ چه عجب؟ چجب من قلبم اینجوری شده؟ حالا چرا اینجوری شده؟ اونجوری شده؟ چی شد؟ شک گذاری کردی وقتی سالم بودی؟ شک گذاری کردی هر لحظه که نفس میکشیدی؟ بله شکر نعمتت افزون کند. وقتی دارم اپریشیشن گراتیتود داره، اقدر شبش بیشتر برخا میده. کفر نعمت، وقتی اسرائیلا گفتن این چیه این مان؟ رایت لاشون را گفتن مثلا مان چی شد؟ از کفشون رفت که میدونه قدرشو بدونن. همینجور فارسی میگم، یعنی شوقت قدر هم چی میگن؟ قدر هم دیگه رو ندونی؟ ها؟ قدر هم دستی ندونی، قدر هم دستی که آدم متاسفانه که قدر کچی درش میاد وقتی ازش محروم شد، یا هیچ وقت به اون اینا appreciation, gratitude، یهودی بودن هیچ وقت فراموش نکنید، کلمه یهودی از تودا میاد، appreciation. خلاصه وقتی که میریام، پس وقتی میریام در حیات بود، تو هم میدونین هدیه میریام از همه اینا مهمتره. میدین حالا ابرها نبود بازم منیج کردن اسرائیل، مانم که نباشه آدم بدون غذا، آب از غذا مهمتر، و آب تو تمام آفرینش هست، حتی تو سنگ هم آب هست. یعنی اینم رول زن تو یهودیت مثل آب، مثل میریام آب بود، به اعراش میریام. یک چیزی میگه که توی گمارا میگه وقتی مادن میگن این چی شد، وقتی میریام از اولام رفت یه دفعه دیگه این سنگه گم شد، دیگه آب نداشتن. اسرائیل ها اومدن گفتن چیکار کنیم ما؟ داریم از تشنگی میمیریم.
موشه بنو چیکار کرد؟ نشندش گفت برو یه صخره بگی، یه سنگ دیگه بگیر، حالا بیراجه نمیرم نیست، برو چیکار کن؟ به این صخره بگو که به اسرائیل آب بده مثل بیراش میریم. مشربنو چیکار کرد؟ مشربنو تفلک مادر مرده، مشربنو اشاقی مقید میگه چی شد؟ به جن که بیاد بگه اومد زد، رایت اومد زد. حالا خطای مشربنو دقیقا چی بود؟ رشی میفرماید رایت خطاش دقیقا این بود، دقیقا هشم بهش گفت به سنگ بگو، حرف گوش میکنه و ایسرادم یاد بگیرم. ببین حتی سنگم وقتی مشرابه نوشه یک کاری بکن میکنه، شما ایسرادم یاد بگیرین از این سنگه. رد و سینش رو گفت بهش بگو، مشرابه نو چی شد؟ زد به سنگه. رشی میگه خطاش این بود، رمبان میگه خطاش چی بود؟ خطاش این بود که عصبانی شد، گفشیم اونا هموریم. رمبان میگه خطای مشربن و عصبانیت بود. خب این سلطه تفلک آب میخوان، اونایی نکردن که آب میخوان، دارن تشنه شون. مشربن خوب نبود سر این سلطه عصبانی بشه. رمبان میفرماید که خطای مشربن علاوه شدام عصبانی شدنه. و حقودش برو خوب مشربن رو تنبیه کرد که چی؟ که نمیتونه داخل ارض اسرائیل بشه به خاطر این خطا. That's it. داخل ارض اسرائیل نمیتونه بشه که ما پند بگیریم. گمارا میگه از مشابهان یاد میگیری. کسی که ناوی باشه وقتی عصبانی میشه right؟ چیکار میکنه؟ نبوتش از دست میده. اگه خاخام باشه خخماش از دست میده. ببین چقدر این عصبانیت مضره. حوالش رو خود میاد رهبر اسرائیل را اینجوری رسواش میکنه، جریمهش اونی که به ما پند بده. right. چه نوشته؟ و یقصیفو علمه مریوا و یا رعل موشه به عورام. یعنی چی و یا رعل موشه به عورام؟ یعنی خداوند اومد و موشه را جریمهش کرد به خاطر اینکه اسرائیل یاد بگیرن به عورام. و یا رعل موشه به عورام، که عقودش برو خود موشه رو بهش بدی کرد، یعنی چیزش کرد؟ مجازاتش کرد. اینقدر موشه ربن تفیلاخون فایده نکرد، 515 تفیلاخون اونه گزرا که هشم گفت یه تیبه به واقعیت هشم قسم خون. چون این پسول بعدی میگه کیمرو اتروخو و یه وته بیسفاتا، یک روایت میگه که بیسفاتا بین خداوند قسم خود گفتم. یعنی دیر بعد دیریم معمولا ما دو جور گزرا داریم. اکثر گزراها میشه باطلش کرد، با تفیلا، با تشوها نمیشه باطلش کرد. ولی گزراهایی که میگن تو چه میگه میگه مثل دو تا مهر میگه، مثلا مهر گلی باشه میشه شکستش، ولی اگه با خون باشه دتسیت. بعضی از گزراها هست که اینها قابل تغییر نیست. خدا نگه کسی مریض میشه همه تفیلا میخونن چیزی که باید میدونم doesn't help right. همه فکر میکنیم البته هیچ تفیلایی نیست که right. هیچ تفیلایی بدون تأثیر نیست. هیچ تفیلایی توی گمارا میگه همونطور که وقتی بارون میاد حتما چیز سبز میشه، همینطور هم غیر ممکنه که آدم یک تفیلا میدونیم با دل شکسته به درگاه هشم بخونه با تواضع که تأثیر نذاره. حالا تأثیراتش میتونه متفاوت باشه. وقتی مثلا مریضه شاید اینو چند سال به عمرش اضافه کردن. من چقدر کسا بوده که اینو مماش اینو میگن دکترها گفته بودن اینو این ولی مرد این تفیلا اینو میبینی؟ نه خیلی بیشتر از چی گفته بودن طرف زندگی کرد. بعضی وقتا ممکنه مثلا تفیلای چند هفته، چند روز، چند ساعت، حتی چند دقیقه به عمر شخص اضافه کنه. بعضی وقتا ممکنه که اصلا به عمرش چی اضافه نکنه، ولی هنوز خود تفیلاه برای این بچه‌هاش خواهد بود. علام ابا ردخور نداره. هیچ تفیلاهی که آدم با کبانا بخونه و با قلب شکسته بخونه، نه که خدای نکرده کسی نفرین بکنه خاص بخونه. تفیلا آدم یه خاصه خوب، آدم خیلی وقتا میدونین
خواسته های بیجا داره از عقابش کنه. رایت مثلا نوشته چی میشه؟ شهر دیوان لالین علی نوشته دروازه های گریه هیچ وقت بسته نمیشه. کاسکی رو میگه خب اگه دروازه بسته میشه چرا مثلا دروازه درست کنم واسه مثلا همیشه باز باشه؟ اگه دری که نمیبندن چرا در؟ میگه نه درا لازمه واسه اشکای بیخود. اشک بیخود به درگاه هاشم نمیره. اشک بیخود در درگاه هاشم نمیره. ولی اشکایی است که با خود بسنم. میگم از عقلش برو. خود چی میخواد؟ خیلی وقتا این از خداوند ما چیده میخواد مثلا خوب نیست. چند وقت پیش بودم فر به من گفت که من چقدر اینه موضوع شیدوخ بودی پسر دختر گفتم ببین خیره گفت نه من اینقدر تفیلا خوندم این اون و آخرش هم طرف با کسی ازدواج کرد و طلاق گرفت که نیور نو آدم از کجا میدونه هیچی واسش خوبه که نیور نو خواستش ما خیلی چیزا میخواییم How do you know it's good for you و میگن خافت خیلی نفر بهش میگه که میگه How is everything میگه اگه یه میلیون دیگه داشتم خیلی خوب میشد میگه از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ آدم این فلسفه‌اش رو ببینید چقدر کسایی که لاتری میبرن میدونین بدبخت‌تر میشن از قبلش. استاتستیکس آمار نگاه کن. چه چیزایی هم بهمون میده که برامون خوب نیست. Impossible. هر چی از جانب بچه میاد خوبه. مثلا خاصا جان اگه یکی بچه مریض داره این براش خوب نبوده بعد وقتی داره عذاب میکشه با این بچه این خیلی زخود داشته این زخود داشته که این نشامه رو هشم فرصت بشه اینم یا آدمی که ناگهان مریض میشه این آقای دکتر کوهن خدا بیامرز نیستان کنه آدم به این خوبی به این مزنی It was good for him to die and to get sick. خودش دیدن همونی کمپلینز؟ نه. من هفته پیشش رو بودم. من دیشب اونجا صحبت کردم خونش. ولی من هفته قبلش پیشش رو بودم. خودش، خانمش، بچه ها. Unbelievable. هیچ وقت نشون نمیدادم. Unbelievable. No complaints. ببینین. You can never... ببینین. اینا. از هر چی آدم باید رضاش به رضای هشم میگه یعنی چیه؟ آدم هیچ وقت نمیدونه چی واسش خوبه. You can never know. Hashem میدونه. Hashem is a loving father. هر کسی میاد تو این نیسایون داره. آدم آمده تو این دنیا واسه برای امتحانات زندگی. امتحانات واسش خوبه. همونطور که ابراهام آوینو از این امتحانات ابراهام شد. It's all همه اینه. آدم باید هر روز شاسالی کل چرکی. برخا میگه. هر چی از جانب هشم میاد خوبه. آدم از ما نمیدونیم چه واسه خوبه. This is what we need. This is what we need. من همین اکنم حالا چیزش نیست که اونجا ببینین ایشون یک میشن تو زندگیش داشت و انجام داد. میشنش این بود که ایشون بیشتر از هر کسیش بیاد کردیت که نسخ یه چیز کنسرواتیو مثل ساینا تمپل نشون. That was his mission. اما من دیشب تو خونه شون گفتم. گفتم ببین این خانواده بابازاده من 30 سال پیش که اومدم اینجا پدر این خانواده بابازاده یه پیرمرد روحانی تو ترکیه تروریست ها تو کنیسا کشتنش. یادت 30 سال پیش. چرا؟ تو کنیسا. هوا دوش برو خوی ناز وقت وزیدیم. میدونم. ولی probably who knows شاید این تیغونش این بود که بیاد اون روز تو اون کلیسای تفیلا بخونه اون که never know هر نشامه میاد اینجا برای که میدونین به یک شلمو به تکامل برسه شاید اینم تفلک میدونین تیغونش این بود who knows باروخ هشم آدم ببینه باروخ هشم بچه های خوب با وجود که میدونین اینا که از یه خانواده اینا باید میدونین الگو باشن تو کامیونیتی خانواده شما شبات مذهبی باروخ هشم مرفع باید به الگوی کسی دیگه بشن چجوری بارو خشم چیز کردن بارو خشم بارو خشم بچه هاش همه با خدا با ایمان با امونال دکتوره بچه هاش اینا بارو خشم و اینو بحر صداقا اینا باید الگو باشن واسه تمام کمیونیتی که نیور نو بری یه چیز بود یادتونه این اونم خیلی وقت میشه
فریبرز مطلوب بودی کسی بود پسر جوونه ای نمیدونم رفته بود توی یه جای شنا افتاد افتاده بود اونم سرش خورده بود از بین رفته بود این پدر میگفتن پدره اصلا هیچ وقت تسلی نمیگرفت تا یه راو اومد اینجا راو داوید پیدو من شنیدم اینا این میره اونجا بهش میگه یه مقبال مقبال درست حسابی بهش میگه تو پسرت قبل از که اینطوری بشه تو اروپا رفته بود توی اونم توی یک آکشه یه اونم یه تورای یه چیز مذهبی چیزی گرفته بود خریده بود دوباره نو ببین این اومده بود تو این دنیا واسه این گفته ببین این اومده بود تو این دنیا که این آیدمر هم چی بودم تورا بوده باتر ریتواز از اروپا چیز کنه میشنش رسیده کنه اینا من نمیدونم یه کسی واسه چی اومده تو این دنیا من هشم نوز ما میدونیم نوشته چی؟ اخورای را آدم میدونیم آدم هیچ وقت right? تا بالا نره تا آدم بالا نره تمام حکمت چیز اون رحم هشم رو نمیبینه تا آدم این سوالی که مشرابه اینو از هشم کرده خدا این چه دنیاییه صدیق به رعل و راشا به طول و آدم های صدیق باید اینجوری بشن باید اینم طفله اینا آدم های راشا مروشا میرن اینم 120 سال عمر مشرابه اینو فیوزش بریده هشمش چی گفت؟ گفت پنای لویرا و اخورای یعنی چی؟ گفت این تا اون بالا نیایی نمیفهمی You are not seeing the whole story باراد اینو میگن بدیدم گاون میگه مثالی که روز تیشاگاه میخونیم وقتی این اصاره هرگه ملخوت اینا رو داشتن داشتن ربی عقیبا رو بدنش رو با شونه های آهنی داشتن چیزی که شما اسرائیل میگفت ملاخیم به درگاه هشم گریه کردن گفت خدایا یعنی چی؟ زو تورا و زو سخرا این مزد تورا شه که ربی عقیبا اینا هشم بهشون چی میگه؟ یه ملاخ میگه میگه حرف نزنیم اگه یه حرف دیگه بزنی دنیا رو برمیگردونم به کی؟ به وقتی که اول آفرینش که همه جا رو آب فرا گرفته بود. چه جوابیه این؟ سوال فلسفی اینا. مثل میزنن میگم پادشاه میخواسته چیکار کنه؟ اونم تاجگذاری کنه میاد بهترین خیاط رو میگیر و بهترین گرونترین فابریک هم رو بهش میده میگه واسه من اونم یه لباس سلطنتی درست کنه واسه تاجگذاری. اینم میاد و درست میکنه و خیلی لباس عالی چین و ماچین و فلان و فلان میاره پادشاه هم خیلی خوشش میاد بهش انعام میده این چیزاش رو حسودای دربار میگن این جوده یا خیاطه اینا دزدی کرده ازت تو انقدر بهش فابریک دادی فابریکی که هر کدومش نمیدونم انقدر گرون و زربفته همین یه لباسه در اومد از این بقیهش کو بقیهش این داره دزدیده ازت پادشاه میاد بهش میگه ببینم بیا اینجا ببینم چیه اینا راست میگن اینا من اینقدر تو پارچه دادم بقیهش کو میگه علی حضرت هر چی به من دادی تو اینه میگه این حرفا چیه ایتس این پاد میگه ببین این خیلی چین و ماچین داره واسه این نمیبینی باور نمیکنم یا که لباسه رو بده به من لباسه رو از پادشاه میگیره باز میکنه همه چیناشو ها دیدی همش هست دیدی nothing is missing اینجا هم عقادش برو خوب ملخی میگه شش ساکت باشید اگه بخوایم بفهمین چرا ربی عقیبا اینجوری شد بعد برگیم از اول آفرینش ببینید این گیلگول این ربی عقیبا این گیلگول کی بود؟ زیمری بن سالو رئیس سبت ربی عقیبا تو شهر گیلگولیم امشب یه گیلگول برخه کردیم نگاه کنیم که بودشنم تو یوتیوب ربی عقیبا زیمری بن سالو رئیس سبت شمعون که اومد جلو همه دختر گویمه رو برد باشه چیز این رایت این که این چیز که بخواد پینخاس اومد اینو کشتش اینم 24,000 اسرائیل هم کشته شدن تو وبایی که افتاد تو دشمن اسرائیل میگه اینا ربی عقیبا گیلگول زیمری بن سالو واسه اینم 24,000 تا تلمید داشت ربی عقیبا گیلگول زیمری بود واسه این چون وقت خیلول هشم کرده بود اسم هشم جلو همه خیلول بزرگتر خیلول هشم حالا با شما اسرائیل قیلوش هشم کرد واسه این هشم میگه اگه بخوای بفهمی
بعد برگردونم از اول، اون وقت بینی گیلگوله، اینه، اونه، اقابش بارو او ال امونا به این آوه. خداوند هیچ کجی تو کارش نیست، صدیق و یاشار همه کاره عباس همین هم بی وقت کسی اولا میره جان سیدو قدیم میکنن صدیق سیدو غنیه تصدیق میکنن دیر اقابش بارو او خداوند این امونا و این آوه صدیق و یاشار. یعنی مثل یه آدمی که امونا داره اصلا اونجور پیدار بعدش هم اتفاق ببینین ما از همون از مرگ میترسیم. آه کسی هست که نترسه؟ آه شما نمیترسی؟ واه خوش به حالتون. بارو خشم شما آماده هست، شما پاک اینا، من که میترسم anyway. ولی اگه نگاه بکنیم حافظ خیم یه دفعه یه پسره از چیز اومده بوده از اروپای غربی، نمیدونم از آلمان، اومده بوده یه شیوه حافظ خیم. بعدن طرفای چیز که میشه، طرفای اینو وقتی یه شیوه تعطیل میشه قبل از موعد میرن میرفتن خونه. یعنی خیلی خوشحاله. یه چه عجب قد خوشحالی با همه بچه این شیوه میگه. الان چند ماه پدرم پدر مادرم رو ندیدم. دارم میرم پیش پدر مادرم. حافظ خیم میگه وقتی ما از این دنیا میریم داریم میریم پیش پدرمون. کجا داریم میریم؟ آدم از این دنیا که میره میره پیش پدرش. مگه نمیریم تو تفیلا آوینو؟ مگه نمیریم؟ سلی خود میخونیم همه آوینو ملکنو نمیدونم آوینو ملکنو آوین هشم is our loving father تو زوار عقدوش میگه وقتی نوشته تو عزاداری زیاده روی نکن تو تورا میگه آسور کرده نمیدونم خود خونین مالی نکن زیادی گریه نکن right؟ چرا میگه لطیت گده دو آسوره مو کشیدن و خودشون رو زخمی کردن و overdoing it آسوره تو تورا میگه لطیت گده دو انی هشم من هستم خداوند. زوهر عقدوش میگه مثل یه نفر میگه پادشاهی بچه‌شو میفرسته میگه برو منم برو تحصیلات برو این ور برو اون ور یا برو واسه بیزنس برو چاینا اون ناز میره اونجا یه مدتی اونجاست منم دوست آشنا به هم میزنه چند سال اونجا زندگی کرده خلاصه هرچی باشه زن و بچه داره دوست داره فلان داره بعدش بالاخره وقتش میرسه پادشاه به بچه‌ش میگه برگرد پیش من بعد میگه میشه باباش با خوشحالی برگرد میشه باباش اطرافیا ناراحت میشن اطرافی ها ولی خودش چی نگاشته نشته ساو همالیم نو خود ازو اتانو لعنا خود تو تفیل هم میگه نمیانه خودشون رو نشامه که از این دنیا میره وقتی نشامه میدونین به تکامل رسیده باشه دیگه کاری نداره اینجا بکنه برمیگرد میشه پدرش منتها فامیل دوستاش اینا ناراحت میشن اینا خودش دل بستن فلان ولی جای بدی نرفته کجا میره رفته میشه باباش آدم باید حافظ خیم میگه من اینا نگاه کنی ببینی این چه بچه داره روز شماری میکنه میخواد داره میشه باباش ما هم آدم نباید از مرگ نباید ترس داشته باشه باید مثل ایشون آماده باشه میگه کس که روش سفیدی به درگاه هشم ترسی نداره داره کجا میره داره میشه پیش پدر عاشقشه میره کجا میره تو زوهر میگه اجازه بدیم بعدا اوکی سو چی شد اینجا پس و یقتیفو علمه مریوام و یارل موشه به عوورام حقادش برو خوب چیکار کرد تفلک موشه را به نوع گوشمالیش داد به عوورام که ما یاد بگیریم ببین عصبانیت چیکار میکنه عصبانیت موشه را به نوع گفت شیعون هموریم و یارل موشه به عوورام یه پشت دیگه هم تیلو تشم میگه که میگه ببین موشه رابینو چقدر چیز بود انقدر ددیکیتد به اسرائیل بود که موشه چی کرد؟ چون موشه رابینو میخواست حتی اسرائیل که خارج از اسرائیل از دنیا میرن وقتی تخیط همه تیم بیان ارس اسرائیل خودش هم چیز شد که داخل اسرائیل نشه و تو خارج از اسرائیل از دنیا برو دفن بشه چرا؟ نوشته چی؟ لو نخنس لارت اسرائیل کده شیاویت اسرائیل شمه تو بمیدبار ایمو به تتخیه که مشرابین میخواست وقتی مثل بقیه اسرائیل که تو میدبار چیزی اینا را
وقتی تخیت هم اتیم با هم دیگه برن ارز اسرائیل. انقدر مشابهن و باز دیووده، انقدر میدونین چیز اسرائیل بود، عاشق اسرائیل بود. anyway که هم رو ات روخو و ایوته بسفتا پاسوق بعدی مشرب بنو میفرماید که ببینید اینجا رمبان میگه که بارها رجوعی صحبت کردیم توی گرت رمبان نامه ای که بچه پسرش میده چند دفعه توی این نامه رمبان رجوعی چی صحبت میکنه رجوع به عصبانیت و میگه بدون هیچ خطایی بالاتر از عصبانیت نیست. رمبان میگه چه از نظر روحانی چه از نظر جسمی. رمبان میگه از گماره میاره که آدم بیشتر مرضی ها که سرش میاد به خاطر عصبانیت. آدمی که میدونی آروم باشه عصبانی نشه از خیلی از بلایات در مصونه. اینا بعد رمبان اونجا توضیح میدیگه بهت یاد میدم چجوری عصبانی نشو. چی میگه؟ تدبر به نخد. حرف از صحبت کردنه. میگه اگه خوب تونستی صدا تا کنترل بکنی عصبانیت رو میتونی مهار بکنی. بستگی به این داره. میگه واسه همه میگه گمارا میگه میگه دنیا پابرجاست به خاطر کسی که بلم ات پیر بیشت هم مریوا وقتی دعوا بری که بگو مگو نباشه. شوهرتون سرتون داد میزنه جوابش ندید. Don't answer. یا اگه میخواین جواب بدین با صدای بلند نه، با آرامش، بدون عصبانیت. کنترل عصبانیت بیشتر از هر چیزی با کنترل صداست. اینجا هم میبینیم چی نوشته؟ میگه مشرب اینجا عصبانی شد. نوشته تو پاسوق میگه پاسوق لامد گیمل که همرو ات روخو و یوته بسفتا. که اینجا چی شد؟ مشه ربنو وقتی که عصبانی شد حرف زد، گفت شمعون همورین، بشنویده گردن کشان ای متمردین. اینجا میبینید مشه ربنو چیکار کرد؟ عصبانیتش رو متاسفانه verbalized، با اسرائیل با تندی صحبت کرد. شمعون همورین و یه وته بسفتا، یعنی چیکار کرد؟ ادا کرد با لبهاش. یعنی اگه مشه ربنو عصبانی نشده بود، یعنی به این چیزی که رمبان میگه میرفت ارز اسرائیل و همه چی جست، به خاطر این، به خاطر عصبانیت he lost it all. که هم روحت رو خوب و ایوته بسفتاو. البته بعضی ها میگن که نه، چون مشه ربنو عصبانی شد و ایوته بسفتاو رو مشه نمیره، that he expressed his anger. رو هشم میره که عقلش برخو قسم خورد. گفت that's it. تو اهرون داخل ارز اسرائیل نخواهید شد. و یک گزره وقتی عقلش برخو قسم بخوره دیگه that's it. و خدای نکرده یک گزرهاییه که بدام. این دیگه قابل تغییر نیست. همچون گفتیم اکثر گزره قابل تغییر. اون هفته که من پیش این عزیزان بودم افیلو خیر خدا نوشته حتی تا وقتی یک شمشیر تیزم به گردن آدم هست هیچ وقت نباید از نباید امیدش میدونین تبدیل به یأس بشه. همیشه باید امید داشته باشه و باید همیشه اتفاقا اینم جالبه. اینم من بچه‌هاش طفلک قبل از اینم بهشون گفته بودم، خانمش 5-6 سال پیش، اما اوائل 5-6 سال مریض بود، هیچ کس نمیده بود و این اواخر همیشه دفعه هم بکنیم مثل رفوه شده ما، ولی وقتی این دکترا این اواخر من شد 5-6 سال بیشتر نداده بودن تا زنان بیشتر شد باید که never know. ولی اینجور موارد یک کس که میدونه خدای نکرده مریضی تمام بدنش رو گرفته اینجا it doesn't make any sense بگن رفوه شده ما. ولی چیزی که اینجور موارد باید تفیلا بخونن که عقلش برو خوب با این شخص با مدت ها رحمیم رفتار کنه، با کمپشن، با چی میگن فارسی؟ کمپشن؟ مهربونی؟ و
هشم باش با میده رحمین با رحم رفتار کنه. بعضی وقتا رحمین اینه که میدونین چند روز دیگه هم زنده باشه خود بیشتر این سوریم بکشه، بعضی وقتا نه دیگه راحتش رو که دیگه زرج نکشه. ببین اینا هم خیلی اینا همش سوال میکردن طبق علاقه چیکار میشه کرد چیکار نمیشه کرد. این خیلی مهمه با دکترها چیز نکنیم، صد دفعه مرتب میدونین تو سیدرز UCLA قطع صورت میگیره. به این دکترها they don't care. این دکترها میگن what kind of quality of life this person has. تازه میگن به ماها میگن شما بیرحمی، میگن شما بیرحمین که این چیز میکنین که زرج بکشه. یعنی چی بیرحمی؟ بذارین راحتش کنین، اووردوزش میکنن فلاش میگن he's going or she's going peacefully. خاص و خلیل ببینید باید حلاخا پرسید، باید حلاخا پرسید کی در چه مواردی جدن. بعض وقتا دی ان آر، بعض وقتا نه، بعض وقتا باید چیز بکنن، بعض وقتا نباید بکنن. یعنی کسی که دیگه ببینید هیچ امیدی به بهبودش نیست به دستگاه وصلش نمیکنن. رای اگه خدا نکرده قلبش از کار افتاد چیزش نمیکنن شوک بش بده. اگه we don't want to prolong pain. ما نمیخوایم طرف بدونیم یه خورده فقط رنج بکشه همینجوری. ولی کسی که به دستگاه وصل شده آسوره که از دستگاه درش میارن. can do that. وقتی از دستگاه درش میارن یا با مدیکیشن اینا میان اووردوزج بهشون مورفین میدن، واسه چی کارو میکنن؟ میخوان زودتر خلاصش بکنن. خاص و خلیلا ما حتی هر لحظه زندگی و اون سافرینگ که اگه داره it's good for him. اون ببینین این چی دیدی موضوع سافرینگ و اینا اون اگه حلاخا اینه که نباید بکنه نباید بکنه. و متاسفانه ببینین این دکترها اینا چیز ندارن، اینا امونه ندارن. مثل این دکترها اگه طرف نتونه میدونم به قول چیز من میگفت چاکلت کیک بخوره چه زندگیه؟ اگه if you can't have fun and have ice cream or go to Disney or whatever it's their thing, what kind of life is that? They talk about quality of life. اینا قتله. اینا با نازی ها چه فرق بکنن؟ نازی ها میدونی که اول کاری کردن رفتن بیمارستان ها هرکی مریض اینه همه رو کشتن. مریض ها رو میخواد چی؟ دیوونه ها رو رفتن همشون رو کشتن. باید که دیوونه چه زندگی داره؟ right. با چه فرق میکنه؟ ما اجازه نداریم که عمر یک کسی حتی یک لحظه کوتاه بکنه. دو مرتبه. بعضی وقتا یه کسی نباید به دستگاه وصل بکنن. اگه کسی هست که میدونین there is no way، مثلا دکترها بهش وقت دادن گفتن اینقدر فلان اینا اینجور اشخاص ها باید اگه نمارم چیز رو ببرنش بیمارستان به دستگاه وصلش بکنن. ولی حتی اگه مثلا موشو فاینس میگوید اگه 5% امکان بهبود داره همه کار بسش بکنن. ولی اینا رو همیشه باید با چیز باید تو اکثر بیمارستان هم چپلین دارن. ولی سیدرز چپلینش چیزه راوه ارتودکس هست، بعضیشون ریفورم این هستن که بلش میکنن. ولی اینا را دم باید هر کسی هم چیز بنویسه، باید از خودش یک لیوینگ تراست بنویسه که اینجور چیزها را میخواد اسمه راوه ارتودکس میخوام چجوری بکنن طبق هرچی که قانون تورا چیز ارتودکس چیز میکنه بود باشه. هر کسی باید اینو بمیسه، باید بهترین کاری که بسن تو والدش هم داشته باشه بقیل درایورز لایسنسش یه چیزی هست، باید یا همجوری بذاره اونجور بچسبنه به درایورز لایسنسش. خدای نکرده اینو باید اینا otherwise اینا میبرنش تو امرجنسی روم های دفعه بیان نه این امیدی به چیز از امپلاگش کنن تمام شده برن. انشالله که هیچ وقت همچین مواردی پیش نیاد. انشالله وقتی وقتش میرسه همه مثل راب من از دنیا برن. که شب شبات اومد تفلک خدا شم شباتم روشن کرد و رفته بود گفته یه دراز بکشم من واسه مینخا بیدار کنیم. بای بای. یس تامل تورا چی میگه اینجا؟ اگه بهبودی 5% هم هست بس کنیم؟ بله معمولا اگه امکان بهبودی باشه حتی اگه 5% رو بگن آره
اگر هیچ امیدی نیست اون وقت نمی کنن. به دستگاه وصل نمی کنن. ولی صد مرتبه کسی که به دستگاه حتی اشتباهاً هم یه وصلش کردن آسوره که از دستگاه جدا رو توتش می کنن. دکترها نمی زارن. بچه هاشون بیارن. دائم میگن که نه. با یه لبخند باید بگیم که maybe you're right ولی we wanna consult. ما میخواییم با چپله، میخواییم با چیز، با یک راو ارتودکس چیز کنیم و اون وقت باید اینا قبول بکنن، اگر نمیتونیم سوشو کنیم. اوکی؟ یس؟ خطا کردن نه. استخونه یوسف هیچی وقتی خطا میکنه مجازات میشه. کاری به استخونه به خاطر اینکه آره؟ دریا شکافته شد به خاطر زخود یوسف. ولی اون کسایی هم که چیز بودن، کسی که لایقش بود واسهش معجزه شد. ولی کسی که خطا کرده، این 24 هزار نفر خطا کرده. زخود صدیقین برای خطا چیز نمیکنه، باید مجازات بشن به خوبی خودشونه. فاین. هلاخای براخود رایت. چند دقیقه هلاخای براخود. هفته دیگه بیدرزنو شیور. هفته دیگه من آدافتانم به ازرف هاشم شیور نداریم. معمولا خانم چیزم چیز میفرسته و عرض کردم این کلاس ما اگر تعداد من گفتم بعد ببینیم چند براخود اگه چیز بشه بعد از روش هاشانه کیپور شاید یه خانم هم بخواد یه درس خانم به انگلیسی میخوان که دون کلاس بشه. I might switch ولی فعلا anyway. ولی هفته دیگه کلاس نیست. دیگه نه 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 کلاس چهارشنبه صبح کلاس تهیلیم. I need to have at least 15 committed people. 15 براخا که هر هفته بیان. اگر نه I'm gonna switch. ولی روح خانم داره زنگ میزنه میپرسه بکنم بهش گفتم روح خانم 40 تا اسم داره که چند نفر چیز اینا. Anyway, so that's not enough. هلاخای براخود. سوال دارین؟ سوال راجب هلاخای براخود. سوال راجب هلاخای براخوده؟ بفهم. ببخشید آقای، اگر که ما مثلا دو تا براخا رو پشت سر هم میگیم، مثلا براخای خائص یا آدم رو میگیم، بعد نه اول وقتی که دستمون رو میشوریم نتیلت میگیم، وقتی که مثلا داریم سالات میخوریم، آیا مثلا نه وقتی دست شستین دیگه رو سالاد براخا نمیگی؟ نه براخا نمیگی. ولی چرا رو میوه ها باید براخا بگیم؟ چرا رو سالاد نمیگیم؟ ببینین هر وقت نتیلا، اولا نتیلا گرفتن همیشه آدم وقتی میخواد نون بخوره فرق نمیکنه چقدر میخواد نون بخوره دستشو میشوره، نتیلا میگیره با زر. حالا اگر وقتی دستشو میشوره برنامه‌ش اینه که میخواد دو اونس یا بیشتر نون بخوره، اون وقت براخا میگه براخا نتیلا میگه. اگه کمتر میخواد بخوره، میخواد یه ذره فقط لقمه حماسی بخوره، اون براخا نتیلا نداره. حالا هر وقت اجازه بدین، هر وقت چیز گفتیم نتیلا گرفتیم نون خوردین، اگه نون خوردیم 30 گرم هم یعنی براخا حماسی گفتیم 30 گرم نون خوردیم، اون وقت دیگه هر چیزی که در حین اون سعودا در حین اون غذا خورده میشه براخا نداره. نمیدونم آدم برنج میخوره، گوش میخوره، این میخوره، اون میخوره، سالاد میخوره، هیچ کدوم اینا براخا نداره. وقتی به دسر میرسیم اون وقت دسر بستگی داره، بعضی از دسرها براخا داره، بعضی از اگه مثلا میوه میخوریم براخا داره، اگه میوه و اونم ترتیب داره، اگه مثلا میوه اینا هست اول حائص میگیم بعدش آدما میگیم، اگه مثلا بستنی و اینا هست شکل میگیم شیرینی بستنی، اگه کیک میخوریم به عنوان دسر روش براخا نمیگیم. بارها گفتیم بهترین کار اینه که آدم قبل از اون که هم وقت میخواد سودا بخوره، چه شبات چه تو هفته، اگر میخواد نون بخوره قبل از اون که نتیلا بگیره حماسی بگه، خوبه یه حائص آدما شکل هم اینو مزونوت براخای مختلف ها یه ذره بخوره و بگم. اینجوری دیگه میدونین سرش بحث نیست خب که رو چی براخا بگه نگه. یا یه کار دیگه که میتونه بکنه،
بهتره که بعد از اینکه غذا رو خورد به تمازون به خصوص شباتا وقتی غذا خوردن دسر را بعد از نوارخ سرو بکنن. میدونم خیلی انقلاب میشه ولی ما خونه انقلاب رو کردیم و چکار بکنه؟ مثلا غذای شباتی دست بشورن تیلا رای پموتسی غذا که خوردن نوارخ بگن بعد از او که نوارخ گفتن اون وقت دسر را بیارن و اون وقت میتونن چندین براخای دیگه هم اینجوری دشت بکنن. هایت، ساداما، اگه کیک بیارن مزونوت، شکل، براخای اول، آخر، دست بس. وقتی که قبل از اینکه گفتین نتیلا بکنیم اگه ایت ساداما مزونوت اینا بگیم پس دیگه وقتی دسر میریم نباید اینا رو بگیم؟ نه، دست شد. اگه شب شبات قبل از هموتسی هایت، ساداما اینا گفتین دیگه رنگ. ولی اونجا هم میتونید. شب شبات هم که قبلش براخا گفتین میتونین اگه نوارخ بگین بعد از نوارخ همه براخا رو بگین. ولی اگه دسر قبل از نوارخ میارین و این براخا رو اوردی گفتین قبل از هموتسی اون وقت براخا مجدد نه. اوکی؟ سوالتون جواب گرفتین. پس رو سالات براخا نمیگن. ولی اگه مثلا فرض کنید آدم غذا خورد بعدش مثلا خب مثل دسر میخواد خیار سبز بخوره اون وقت براخا داره چون داره به عنوان دسر میخوره. اگه خیلی مثلا فرض کنیم چیکار میکنن مثلا چیپس میخورن سودا شلیشید تونا فیش و اینا هست چیپس هم میارن. چیپسه خیلی هم میگن که این چیزی از غذا نیست مثل دسر اونم براخه داره آدم هست دیگه آدم هست بعد البته چیپس پوتیتو چیپس آدم هست ولی پرینگلز یعنی اینه که مثلا سیب زمینه گرفتن پودرش کردن از اون درست کردن از مثلا استارچ پوتیتو استارچ درست کردن اون براخاش چیز نیست اون شکله. همینطور هم مثلا کورنفلکس و اینا هم باید بدون کورنفلکس و اینجور چیزا هم اگر کورن گرفتن مثلا چیزش کردن آردش کردن و باش چیز چون آرد شده دیگه براخاش آدم ها نیست. ولی اگر میتونین تیکه های مثلا کورن ذرت رو تو کورن چیپس ببینین بعض وقتا چیکار میکنن آردش نمیکنن پرسش میکنن نگاه کنین تو فلیکش میتونیم اون وقت برخاش آدم هست. رابه چرا مزانوت نمیگیم؟ رو چی؟ رو کیک رو دسر چرا نمیگیم؟ چون بعضی ها میگن که کیک برخاش هموتسیه چون هم از گندم از آرد گندمه واسه این وقتی برخای هموتسی لخم گفتین این هم ها اینکلود کرده واسه این اگر قبل از برکت آمازون دسر میارن و کیک میارن رو کیک با براخا نمیگیم ولی اگه هایت، ساداما، شکلینه براخا میگیم. بابا یه سوال دارم، من یه پرابلم داشتم. دختر من اون هفته داشت مثلا یه چیز خورد شکل گفت خب بعد دوباره من یه چیز دیگه خورد دوباره شکل گفت. گفتم جزمی جون به کسی تو ترمولی وان ترمید کابانه رو هم میگه نه به ما یاد دادن توی شیوا و همه جا که نه هرچی که میخوای بخوری بعد دوباره روش بگی. ببینین این بستگی داره. وقتی آدم اگه شکل میگه باید کبانه داشته باشه که شکلی که میگم تمام شکلی ها را یوتسه بکنه و بعدش هم یه چیز دیگه هم هست. اگه مثلا فرض کنیم اومدیم مثلا فرض کنیم بستنی گذاشتین اونجا نمیدونم چیزی دو سه جور شکل گذاشتین و مثلا میاد یکیشو میخوره و دیگه نمیخواد از این چیز بخوره اون وقت has change of mind میگه نه خب از اینم بخورم وقت براخا داره. اگه وقتی شکل اولو گفته کواناش این بوده که دیگه همه چی میخواد بخوره اون وقت براخای مجدد نداره آره. ولی اگر وقتی خورده کواناش گفته that's it دیگه نمیخوام از این بعدن changed his or her mind گفته بگیم مثلا میرین سر میخواییم مثلا میخواییم میوه بخوریم میرین سر یخچال مثلا فرش گفته انگور میگیرین نمیدونم whatever it is هایت میگین میخورین شالا بعد میگین that's it I'm done بعد از که خوردی میگه کاش یکی دیگه بگیرم آه change your mind اون وقت براخا داره. بعد این حواسش نیست وقتی که قبلی که مخواد بخور بگیم من کابانه رو همه چی دارم برمیداریم میخوریم براخا میگیم that's it وقتی که اجازه بدیم نه مثلا فرض کنیم رفتیم اجازه بدیم رفتیم سر یخچال مثلا گفتیم هایتس گرفتین و خوردیم و گفتیم اوکی I'm done اگه اول کار گفتیم شاید بازم بگیرم اون وقت براخا مجدد نمیگه ولی موضوع مایند فکر آدمه. بعد
خودم بگم قبلش آدم باید بهترین کار اینه که هر وقت آدم برخواه میگه آیه اتصاد هرچی میگه بگه من میخوام الان تو این پرس غذا خوردن با این که میگم همه شکلی ها رو یوتسه بکنم همه هایتسه رو یوتسه بکنم اونجوری دیگه شک نده ولی بیشتر به مایند آدم بستگی داره که چی؟ که اگه I'm done من دیگه نمیخوام دیگه نمیخوام براخره خونه بگو رو جلو ولی اگه بعدن عقیدش رو عوض کنم نه حالا بذار یه دونه میوه دیگه هم بگیرم اون وقت باید براخره بگیرم اوکی؟ بعد خشکش کنن چه اگر باید نتیلا بگیرن ولی okay. این از کجا میاد؟ از خخامیم گفتن خخامیم فرض کنن میشه پرسم چرا؟ ربی خننیا به نقشی آمه را چه خودش با خود زکوزت اسرائیل فی خخ قدیش ایربال آه آه